25 سال پیش از امروز در 17 اسد سال 1377 در مزار شریف کشتار هولناکی صورت گرفت که به کشتار مزار شریف مشهور شد. در 17 اسد 1377 و با عقب نشینی نیروهای مدافع شهر از این شهر، طالبان به شهر وارد شدند و در 3 شبانه روز حدود 2 تا 10 هزار نفر را در این شهر سلاخی کردند. اینجا جناب آقای حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که در آن زمان فرماندهی و رهبری نیروهای حزب وحدت را در مزار شریف بر عهده داشت و با عقب نشینی ایشان و بقیه فرماندهان از شهر حادثه کشتار صورت گرفت، با ما هست تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. جناب آقای حاجی محمد محقق، با بحث با ایندیپندنت فارسی خوش آمدید. 25 سال پیش از امروز حادثه 17 اسد چگونه اتفاق افتاد؟ شما شاهد اون روزها بودید. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ارواح شهدای اسلام اسد در تاکنون و خصوصا سلام و درود به شهدای مظلوم حادثه 17 اسد در سال 1377 که مظلومانه از خانه هایشان دستگیر می شدن، خرد و کلان به گلوله بسته می شدن به جرم قومیتشان، به جرم مذهبشان، عناصر وحشی طالبان و تروریست هایی که از همراه از اونا از دیگه کشور آمده بودن، یک کشتار صورت گرفت و ما و خانواده های داغدار شهدای از حادثه تسلیت میگم و با اونا اظهار همدردی و غمشریکی میکنم. حادثه 17 اسد سال 1377 به طور ناگهانی به گونه یک شبه پیش نیامد. البته در جوزای سال 1376 طالبا به خاطر تصرف شمال اونا از هر راهی که وارد شدن نتوانستن شمال تصرف کنن. راه سالنگ برایشان بسته شد، راه شیخ علی و شبر مسیر بامیان که حزب وحدت در اونجا بود او هم برایش بسته شد. در خزان 1376 اونا بسیار تلاش کردن که کوتل شبر فتح بکنن و بامیان بگیرن و از اون طریق وارد شمال شوند، نشد. سرانجام در یک معامله بسیار خطرناک و خیانتبار اینا از مسیر بادغیس به سمت ولایت فاریاب آمدن که در اونجا حادثه بسیار کلان رخ داد. چندین فرقه از نیروهای جنبش ملی اسلامی افغانستان که زیر رهبری جنرال صاحب دوستم بود، اونا خلصلا شدند نیروهای خط مقدمشان و امیر اسماعیل خان که با نیروهای مهاجر و مجاهدشان اونجا بود، اینا دستگیر شدند و به قندار برده شدند. راه برای ورود طالبا به شمال باز شد و اینا در طول سال 1376 و سال 1377 جنایت های بسیار زیادی را در تمامی ولایات شمال کردند. در فاریاب، در سرپل، در جوزجان، بغلان، قندوز، تخار و شمول مزار شریف و سمنگان، اینا بسیار در این 2 سال جولان کردند و بسیار کشتار کردند. اما اوج از کشتارها در سال 1377 بود که یک بار اینا در سال 76 که مزار گرفتند دوباره قیام مردمی شد. اینا نیروهای احزاب جهادی و جنبش و اینا همه یک جای شدن و اونا را کشیدن از مزار. اینا به طرف قندوز رفتن، در اونجا تجدید قوا کردن، یک مدت زیادی را ماندن، باز دوباره با در میزان همین سال با سر مزار حمله کردن و که در او دوره اما دفاع مزار بیشتر به عهده ما و نیروهای جمعیت اسلامی و نیروهای جنبش بود و بعضی احزاب دیگر مانند حرکت اسلامی و حرکت انقلاب هم بود.
ولی عمدتاً نمی دو سه جریان دفاع میکردن از مزار. و بعد در سال 77 که دوباره اینا تجدید قوا کردن، از چهار طرف مزار پیش آمدن، مزار سقوط کرد در عبده اسد سال 1377. ابتدا سقوط از چمتال شروع شد که اینا در چمتال بسیار جنایت وحشتناک کردن. نیروهای مقاومتی که در چمتال بودن اینا سرانجام قبل نشینی کردن به طرف کوی البرز، اما یک تعداد اندک نظامی اونجا ظاهرن که با راهنمایی مردم دست جنگ کشیدن. دیگه مردم فکر کردن که ما اگر تسلیم شویم یعنی نجنگیم، طالبا و ما را هم میکنن. ولی طالبا در چمتال یک جنایت بسیار وحشتناک کردن. در یک ولسوالی حدود 400 نفر از مردمان هزاره و شیعه را اینا را جمع کردن، همه ایشان در یک جا اینا را تیرباران کردن، به شمول شهید محسن قماندان که از اون قماندان چمتال بود. به این ترتیب راه را به طرف مزار باز کردن و از چهار طرف مزار هم وارد شدن و مزار هم سقوط کرد. مزار هم البته بعضی خیانت ها شد اونجا، بعضی از قماندان ها به اونا پیوستن. دیگه اونا از کدام احزاب، جناب آقای محقق، از کدام احزاب به طالبان پیوستن در امی جریان؟ منظورتان قماندان های حزب اسلامی است؟ البته من نام از کدام جریان حالا نمیبرم. خب به هر حال حادثه 25 سال پیش تیر شد. بعضی از قماندان ها بودن که می خیانت کردن، ولی خب عمدتا نیروهای دفاعی مزار، خب من گفتم که نیروهایی که از مزار دفاع کردن. سرانجام اینا هم در یک مقاومت بسیار طولانی مجبور شدن از مزار عقب بشن، به طرف کوهستانات چارکند و به چهار طرف از مزار برآمدن. اما آنچه که در مزار مانده بود مردم بیدفاع بود. مردم فکر میکردن که خب جنگ است، وقتی قانون جنگ میسته نیروی نظامی شکست میخوره، نیروهای مردمی را کس کار نداره، نیروهایی که در جنگ میستن. اما اینا به دستوری هم رهبری طالبا که 3 روز بر از اینا اجازه قتل عام دادن، اینا در ظرف 3 روز عمدتا از بین 8 تا 10 هزار نفری که در اونجا به شهادت رسید، اغلبا حدود 90% از جامعه هزاره و شیعه بودن که اینا دستگیر می شدن و از اینا مشخصات مذهبی پرسان می کردن یا به صورت قومی می دادن که مردم هزاره است. اینا را بدون جرم و بدون گناه تیرباران می کردن و جنازه هایشان یا در امو ریگریشان های تخت پل یک جای بردن می داختن، یا در امو کوچه و بازار می موندن، یا طرف های دشت شور در قدر ایگا می بردن. دیگه بسیار یک فاجعه و یک نسل کشی عمدی و سیستماتیک شد. یعنی اینطور نبوده که نیروهای خود سر اینجا آمده باشه کار کرده باشن. به دستور ملا عمر 3 روز اینا قتل عام اجازه دادن برشان و در رأس از او ملا فاضل بود، در رأس از او ملا چی بود، منان نیازی بود. اونا حکم تکفیر مردم هزاره و شیعه را صادر کردن که اینا کافر هستن، اینا باید کشته شوند. بسیار یک جنایت وحشتناک و نابخشودنی هست که البته من از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد میخواهیم که این حادثه او ناکره که 10,000 انسان به طور عمدی و جرم قوم و مذهبشان کشته شوند، این از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و مصداق بارز نسل کشی هست. این را باید بررسی کنن و عوامل از اونا را پیدا کنن و عواملشان همالا زنده هستن و در حکومت طالبا جای دارن. اینا را باید به اینا رسیدگی شود. اما یک نه سکوت معنادار در برابر حادثه احساس میکنم که خیلی نگران کننده است که دنیا همه کارش بر میار زور میچرخه. اگر کسی زور داشتن حرفشون شنیده میشه. اگر یک مردم مظلوم بودن اونا سرشان خاک انداخته میشه. جناب آقای محقق، از ملا منان نیازی یادآور شد. من لازم است یک تذکر کوتاه در مورد منان نیازی داشته باشم. منان نیازی در مصاحبه در سال 2020 که به صورت صوتی با ما انجام داد، اعتراف کرد که فرمان قتل هزارها را در مزار شریف صادر کرده بود و همچنین اعتراف کرد که 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی را در کنسولگری ایران در مزار شریف نیز به قتل رسانده. کشتاری که در مزار شریف صورت گرفت از سوی سازمان‌های بین‌المللی، مثلا دیدبان
سازمان حقوق بشر آمار قربانیان را حدود 2000 نفر برآورد کرده. شما و جناب آقای کریم خلیلی که در زمانی که در مسند معاونت ریاست جمهوری حضور داشت آمار 10000 نفر گفته، و در این میان این که چه تعداد قربانیان نظامیان حزب وحدت بودند، چه تعداد غیر نظامی بودند، یک ارقامی به دست شما هست بعد از سقوط رژیم طالبان که تحقیق شده باشه در این مورد و مستند شده باشه؟ متاسفانه ما تحقیقات مستند نداریم، ولی به اساس معلوماتی که از افواهات مردمی که اونجا بودن که فلان محله کشتار شد، فلان جا کشتار شد، چقدر از نظامی هم بدون شک یک تعداد از نظامی های که در شهر دفاع میکردن اونا هم به شهادت رسیدن به طور پراکنده، اما اونا موقعی که سنگرها شکست خورد عمدتاً برآمدن. این کشتاری که شده عمدتاً سر مردم مزار است، سر مردم عادی هست، و در اینجا به خاطر از اینکه مردم تنها از معلومات ما از این خاطر مشکل بود که تنها مردم محل نبودن که ما بگوییم که از فلان کوچه از فلان گذر اینقدر نفر کشته شد و تعدادش مشخص شود. در جنگ های کابل در مراحل مختلف، چه پیش از گرفتن طالبا چه بعد از گرفتن طالبا، معمولا از هر طایفه در مزار شریف زیاد آمده بود، خصوصا از جامعه هزاره و شیعه که مزار شریف یک نقطه امنی بودن، دیگه ده ها هزار نفر، ده ها هزار خانواده در اونجا آمده بودن. یعنی اینا که اونجا کشتار شدن بسیارشان از اونجا برآمدن و مهاجر شدن رفتن. برای ما معلومات مکمل از این و گرفتن از لیست مشکل بود، اما به صورتی که تحقیقات میدانی کم و بیش شد، تخمین ما همی بود که بین 8 تا 10 هزار نفر شهید شدن مردم. در مورد برسمیت شناسی نسل کشی که در افغانستان علیه هزارها صورت گرفته، در سالهای اخیر کمپین های به صورت آنلاین و به صورت اعتراضی و گرد همایی در جاهای مختلف جهان صورت گرفته و شما هم باری در این کمپین ها و در این تلاش ها سهم گرفتین، کشتار مزار شریف به نظر شما مصداق یک نسل کشی تمام عیار قومی و تصفیه قومی هست، یا اینکه در بهبوهای جنگ چون این اتفاق به گفته خود طالبان از سوی نیروهای خودسر صورت گرفته، چنانچه قتل دیپلمات‌های ایرانی را هم نسبت میتن به نیروهای خودسر و یا نیروهای لشکر به نام سپاه صحابه؟ نه خیر، اینا کار خودسرها نیستن، اینا مشهوری فرمان داشتن سی روز کشتار مردم هزاره را. اینا نسل کشی سازمان یافته و شعوری هست. متاسفانه که تنها یه حادثه نیست، حوادث دیگه هم هست که در طول تاریخ، یعنی برخم کسی سرزی یعنی در حقیقت کشتار هزاره ها از 140 سال به یک طرف، یک سریال از کشتارها و نسل کشی هاست از زمان عبدالرحمن که از 600 هزار خانوار هزاره 400 هزارش نابود شده یا کشته شده یا مهاجر شده، که در کتاب سراج تواریخ خود کتابی جمع‌آوری شده در زمان خود عبدالرحمن توسط کاتب خود زنا و توسط امیر عبدالله خان اینا مور امضا شده. این واضح هست، یک هولوکاست بسیار روشن است. و همچنین در این سریال های بعدی که آمده، در این کشتارها را هم هیچ در مزار شریف 10000 در بامیان هم وقتی که اینا رفتن بامیان گرفتن، طبق معلوماتی که کمیسیون دفن اموات شهدا گفتن حدود 1700 نفر در اونجا کشته شد. باز در کولن خانه هاتش زده شد، 3-400 نفر در یک روز تیرباران شد، و در دریسوف 1800 نفر 1800 خانوار خانهاش در گرفت. 22 مرکز مذهبی مردمی شیعه در یوسف از بازار سوخته تا اسنیره، اینا همهشان حسینیه ها و مدرسه ها و مساجدشان سوختانده شد. در آب کلان یک قریه بسته که حدود شاید 1000 خانوار بیشتر است، اینا خانه هایشان آتش زده شد. اینا رو هیچ کسی پرسان نمی کنند. به خاطر چی؟ به خاطر که هزارها و شیعه ها لابی ندارند در سطح بین‌المللی، و کسی حرف زنا را به مراکز بالا نمیگه.
به عنوان سوال آخر جناب آقای محقق، از موارد یاد کردین که کمتر در موردش حرف زده شده، به ویژه در مجامع بین‌المللی و در رسانه‌های بین‌المللی، نادیده گرفته شدن این جنایات که در افغانستان از سوی طالبان رقم زده شده، چقدر زمینه را فراهم میکنه برای ادامه این کشتارها و تبعیض سیستماتیک علیه هزارها در افغانستان؟ خب اگر اینا فشار بین‌المللی نباشد، طبعا با آسانی باز اینا تکرار میکنند، چنانچه در قضای پنجشیر می کار شد، در قضای اندراب می کار شد، در قضای بلخاب این دوره شد. در بلخاب 27,000 خانوار از خانه هایشان در کوها آواره شدن، در بدر شدن، ده ها نفرشان بیگناه کشته شدن. کسی بازخواست نکرد، کسی نگفت چیزی دربارش. اما درباره پنجشیر و در هزاره پنجشیر و در اندراب و در اینجا هم کشتار شدن، کشتار غیر نظامیان شدن. اینا را چون که یک مسئولیت دیپلماتیک داره، یعنی می تروریسم طالبا، به خاطری که لابی های کلان در مراکز امریکایی دارن، اون خبر داریم دیگه، هر آیتی که از طرف امریکا هم تعیین میشه خب از طرفدارای طالباست. اینا دیگه کسی بازخواست نمیکنه کشتار از نار، لذا اینا بی محابا بی پرده هر کارو میکنن. بسیار زیاد تشکر از حضورتان جناب آقای حاج محمدی محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، در گفتگو با ایندیپندنت فارسی در مورد کشتار مزار شریف در 17 اسد 1377.